سلام خدمت همه بچه عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به شب امتحان 12 واسه نیم سال دوم و امتحان نهایی. قراره که واسهش کلی سوال حل کنیم و کلی آمادگی تو ببرم بالاتر. خب بچه ها، اول اصلا بارنبندی فصول رو نگاه کنید. 8 فصلتون بارنبندیش کاملا یکیه، یعنی از هر فصل 2.5 نمره شما در این امتحان خواهید داشت. بس هیچ فصلی از اون یکی با ارزشتر یا کم اهمیت تر نیست، همه فصل‌ها یه اندازن. حالا یه سری از فصل‌ها ممکنه شما بیشتر باش حال بکنید، راحت‌تر یادش بگیرید، یه سری فصل‌ها ممکنه سخت‌تر باشه، اون 2.5 نمرهش سخت‌تر باشه. حالا ما جلوتر اگر چیکار بکنیم اصلا؟ ببین، اول از همه پرتکرارترین سوالات رو قرار کنار هم دیگه تحلیلشون بکنیم. اینا سوالای امتحان نهایی سالای پیشه که بهت نشون میدم سوالایی که مثلا توی امتحان نهایی پارسال طرح شده چقدر احتمالش زیاده که توی امتحان نهایی همون سال هم تکرار بشه. مثلا ما توی 99 یه سوال داشتیم، عیناً توی 1400 هم تکرار شده. پس خیلی مهمه که بررسی بکنی سوالای سالای قبل. نکته بعدی، اون قسمت‌های مهمی رو که با توجه به سوالات ما متوجهشون شدیم و میریم تدریس میکنیم، قراره یاد بگیری. شاید اصلا هیچ دیدی از اون قسمت نداشته باشی، من بهت یادش میدم، میگم کجاهاش مهمتره، چوری اصلا باید باش مواجه بشی، داستان این قسمت چیه، اونو قراره با هم دیگه کار بکنیم. و پارت آخر حل اون سواله، یعنی وقتی که یاد گرفتی در واقع چوری با اون قسمت برخورد کنی، چوری اون قسمت رو پشت سر بگذاری، میریم حل میکنیم سوالاتشو. پس بریم که شروع بکنیم. سوالای اول امتحانتون معمولا به این صورت هستن، درست نادرست، هیچ دلیلی هم نمیخواد، بدون ذکر دلیل فقط درست یا نادرستیشو مشخص بکنید. الف میگه مکمل بودن بازهای عالی نتایج آزمایش‌های چهارگاف رو تایید میکنه. باشه، خب ما اول فصل یکتون داستانهای دانشمندا رو میخونیم که چجوری تونستن ساختار دی ان ای رو مشخص بکنن و هر کدومشون هم یه داستانی داشتن. ببین، ما مکمل بودن بازها رو توی آزمایش دو تا دانشمند به نام های واتسون و کریک متوجه شدیم. این دو تا دانشمند مکمل بودن بازها رو واسه ما کشف کردن. خب قبل از این واتسون و کریک یه دانشمند بود به نام چارگاف. چارگاف واسه این صفحه است، صفحه 5 کتاب درسیتون. آقای چارگاف میگفتش که تعداد بازهای تیمین با تعداد بازهای آدنین در یک مولکول دی ان ای برابر و همینطور تعداد بازهای گوانین با بازهای سیتوزین در همون دی ان ای برابر. یعنی همچین رابطه ای ارائه کرد، گوانین مساوی سیتوزین، آدنین مساوی تیمین. دلیل اینو اصلا متوجه نشد، صرفا این رابطه رو بیانش کرد، اثباتش هم اصلا نتونست بگه. اثباتش واسه دانشمندهای بعدیه که حالا رابطه مکملی وقتی کشف شد توسط واتسون و کریک، ما متوجه شدیم که آقای چارگاف حق داشت و کاملا یافته‌هاش تایید شد. قبل از چارگاف تفکری که بود این بود که فکر کردن همه بازها با همدیگه برابرن. توی یه مولکول دی ان ای ما مثلا اگه 25 تا آدنین داشته باشیم، 25 تا تیمین داریم، 25 تا گوانین داریم، 25 تا سیتوزین داریم. قبلا اینو فکر می‌کردن، ولی بعد مشخص شد که تعداد آدنین لزوما با گوانین برابر نیست، تعداد آدنین لزوما با سیتوزین برابر نیست، آدنین حتما باید با تیمین برابر باشه چون این دوتا مکمل هم دیگه، روبروی هر آدنین حتما تیمین قرار میگیره. خب این درسته، وقتی رابطه مکملی کشف شد یافته‌های چارگاف هم مورد تایید قرار گرفت، پس این درست شد. نمونه از پروتئین ها با ساختار نهایی 4 میوگلوبینه. این خیلی تکرار میشه توی امتحان، نه خیلی چیز ساده ای هم هست. بچه ما 4 ساختار برای پروتئین ها یاد گرفتیم. میوگلوبین یه پروتئینی بودش که حالا یه سری داستان ها داشت، توی 11 شما یاد گرفتید، ولی مهمترین نکات راجع به این پروتئین اینه که این پروتئین اولین پروتئینی بودش که ساختارش شناسایی شد، اولین پروتئینی که ساختارش شناسایی شد. این نکته اول راجبش، پس اینو ما هایلایت کنیم حواسمون بهش باشه. نکته دوم راجب این پروتئین چیه؟ میوگلوبین ساختار سوم داشت. میوگلوبین ساختار سوم داشت، اینم خیلی مهمه. ببین اینجا ساختار سوم شما میخونید،
پس دو تا نکته مهم راجع به میوگلوبین. اولیش نکن اینجا که راجع به ساختار سوم داره صحبت میکنه، اولیش پس پروتئین میوگلوبین اولین پروتئین بود که شناسایی شد، دومیش هم اینه میوگلوبین ساختار سوم داره. پس این دو تا نکته خیلی مهمه بچه‌ها. هموگلوبین هم اگه ازتون پرسیدن من اینجا براتون آوردم. هموگلوبین هم حواستون بهش باشه، این ساختار چهارم داره. این هم توی امتحانهایی به صورت جاخالی یا سعی غلط ممکنه که تکرار بشه. پس این مورد گفته ساختار چهارم غلط، میوگلوبین ساختار سوم داره. طول عمر رنای پیک یا همون mRNA در پروکاریوت ها بیشتر از یوکاریوت هاست. بچه ها طول عمر رنای پیک یه چیز هم، یه نکته ای که کاملا بدیهیه بچه ها، اینو میدونید. اینو درستش کنیم. خب نکته ای که میخواستم بگم اینه بچه ها، کلن یوکاریوت ها از پروکاریوت ها پیش رفته تن. فرق یوکاریوت پروکاریوت چی بود؟ یوکاریوت میگفتیم هسته و اندامک های غشادار رو داره، پروکاریوت نداره. یوکاریوت ها کلن پیشرفته تر بودن. خب الان من همینو این نکته رو بهتون گفتم، بعد بگم یه سوال ازتون بپرسم، mRNA توی یوکاریوت طول عمرش بیشتر یا پروکاریوت؟ خب از اونجایی که یوکاریوت پیشرفته تره، پس سازوکارهای محافظتی بیشتری هم برای mRNAش داره، پس طبیعتاً mRNAش طول عمر بیشتر داره. حالا این نکته رو میتونی اینجوری یاد بگیری، متن کتاب درسیت هم اینجا گفته اینو، انتهای گفتار که اینجا در واقع هست اومده این صحبت رو کرد، انتهای گفتار دو فصل دو اینجا گفته در پروکاریوت ها طول عمر رنای پیک کمه نسبت به کی؟ نسبت به پروکاریوت ها. البته من اشتباه گفتم، الان تو پروکاریوت ها نسبت به یوکاریوت ها کمتر، تو پروکاریوت ها نسبت به یوکاریوت ها طول عمر رنای پیک کمتره. پس اینو ما حواسمون بهش باشه. نکته بعدی هم که هست، چون که طول عمر mRNA توی پروکاریوت کمه، اینا باید خیلی سریع از mRNAشون ترجمه رو انجام بدن. وقتی mRNA تولید میشه خیلی سریع باید اینو ترجمه بکنن، تبدیلش بکنن به پروتئین. پس یه نکته ای هم که توی پروکاریوت دیدم چه توی یوکاریوت وجود نداره اینه، پروتئین سازی ممکنه پیش از پایان رونویسی هم آغاز بشه. یعنی قبل اینکه رونویسی به اتمام برسه اینا میتونن ترجمه رو انجام بدن. پس ترجمه و رونویسی همزمان دارن. این نکته نکته مهمیه، ترجمه و رونویسی همزمان، اینم ویژگی پروکاریوت هست. یه دلیل اینکه یوکاریوت ها این ترجمه و رونویسی همزمان رو ندارن اینه که خب ترجمه شون توی سیتوپلاسم باید انجام بشه، رونویسی شون تو هسته، دو تا مکان متفاوته، واسه همین امکانش وجود نداره. خب الان این گفته در پیش هسته ای بیشتر از هو هسته ای، البته این واژه دیگه واسه شما هست شده، این امتحان نهایی خرداد 98، این پیش هسته ای و هو هسته ای برای شما دیگه کلا هست شده. و نکته اینجا که کل این جمله غلطه دیگه، گفتیم توی یوکاریوت از پروکاریوت بیشتر. بعدی میگه در گل میمونی با دیدن رنگ گل میتوان ژنوتیپ آن را تشخیص داد. ببینیم این داستانش چیه. راجع به گل میمونی ما سه نوع ژنوتیپ یاد گرفتیم اگر یادتون باشه. سه نوع ژنوتیپ ما به این صورت بودن. ما رنگ قرمز رو با R نشون میدادیم، آللش رو، و رنگ سفید رو با W نشون میدادیم و این صفت هم یه صفت تک جایگاهی بود. خب داستان این بودش که اگر گل ما دو تا آلل R داشته باشه رنگ گلش قرمز میشد، اگر یه دونه R و یک W داشته باشه میشد حد وسط، اگر دو تا W داشته باشه میشه سفید. خب حد وسط سفید و قرمز چیه؟ صورتی. پس گلی که یه دونه R داشته باشه یه دونه W داشته باشه، یعنی نه قرمز نه سفید، حد وسطه، میشه صورتی. خب ما الان رنگ گل رو ببینیم میتونیم آیه ژنوتیپ دقیقا پیدا بکنیم؟ بله دیگه، من اگه ببینم گل من قرمز طبیعتا مشخص میشه که
آر آر ژنوتیپ. اگر ببینم صورتی مشخص میشه که آر دبلیو، اگر ببینم سفید مشخص میشه دبلیو دبلیو. پس من از روی فنوتیپ میتونم ژنوتیپ رو تشخیص بدم. پس این درسته. کجا نمیتونم از روی فنوتیپ ژنوتیپ رو تشخیص بدم؟ مثلا فرض بکن گروه خونی یه فردی مثبته. خب مثبت چون دو حالت داره، میتونه دی بزرگ دی بزرگ باشه، میتونه دی بزرگ دی کوچیک باشه. من الان نمیتونم اینو تشخیص بدم. توی صفتهای بارز نهفته شما نمیتونی از روی فنوتیپ ژنوتیپ رو تشخیص بدی. من الان نمیتونم ببینم که این فردی که الان مثبته دقیقاً این ژنوتیپ رو داره یا این ژنوتیپ رو داره. ولی خب اگر منفی باشه مشخصه. چرا؟ چون واسه منفی فقط یه دونه ژنوتیپ داریم. خب بعدی میگه علت مقاوم شدن باکتری پادزیس انتخاب طبیعیه. بچه این داستان انتخاب طبیعی رو کتاب درستون گفته بوده اگه یادتون باشه. گفته بودش که باکتری ها میتونستن دیسکی که در واقع ژن مقاومت به آنتیبیوتیک توش هست رو به همدیگه انتقال بدن. دیسک یا پلازمید رو به همدیگه انتقال بدن. مثلا یک باکتری ته یه سری جهش ها یه دیسک مقاوم به آنتیبیوتیک پیدا میکنه. این دیسک میتونه به باکتری اطراف هم منتقل بشه. به باکتری های اطراف هم منتقل میشه. خب مثلا یه تعدادی از باکتری ها این دیسک رو خواهند داشت. خب اتفاقی که میفته ما به اون محیط باکتری، مثلا فرض بکنید 100 تا باکتری کلا تو اون محیط کشت است، ما اونجا آنتیبیوتیک تزریق میکنیم، همه باکتری ها میمیرن، فقط اون باکتری هایی که دیسک مقاوم به آنتیبیوتیک رو دارن زنده میمونن. خب نتیجه نهایی این میشه که اون باکتری ها تولید مثل پیدا میکنن، تکثیر میشن، زیاد میشن و محیط کشت ما میشه پر از باکتری هایی که در برابر آنتیبیوتیک مقاومن. یعنی انتخاب طبیعی اونایی که مقاوم در برابر آنتیبیوتیکن رو انتخاب کرد و بقیه رو حذف کرد. پس دلیلش انتخاب طبیعیه، علتش انتخاب طبیعیه. پس اینم درسته. تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد اهمیت زیادی داره. تقریبا اطلاعات عمومیه. درسته طبیعتا. شما اگر زود هنگام بتونی ویروس ایدز رو تو بدن شناسایی بکنی، حتی میتونی درمانش هم بکنی. اگر خیلی زود در واقع شناسایی بشه تو بدن، حتی درمان هم میشه. پس این مورد درستی. مربوط میشه به فصل 7. خب تیپ دوم سوالی که توی امتحانتون میبینید سوال جاخالی میدم، باید پر بکنید. اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، بچه دوباره از این سوال دادن، دوباره از این سوال اومده، گفتیم میوگلوبینه. در ساختار سبودی tRNA یا رنای ناقل بهش میگفتیم tRNA، یک بخش محل اتصال آمینو اسید و دیگری تعالی سنوکلوتیدی به نام جای خالی است. بچه ساختار tRNA ما باید بررسی بکنیم. اولا tRNA به چه دردی میخورد؟ تی به معنی ترانسفر بود، آمینو اسیدها رو منتقل میکرد. ترانسفر هم ربط داره به انتقال. آمینو اسیدها رو منتقل میکرد. کارش چی بود؟ گفتیم آمینو اسید رو میاره واسه یه رناتن. شما میخوای پروتئین سازی رو انجام بدی دیگه، نیاز داری به آمینو اسید. خب یکی باید این آمینو اسید رو برات جمع بکنه بیاره بده به رناتن. کی این کارو میکنه؟ tRNA. پس tRNA باید یه جایگاه داشته باشه که آمینو اسید رو بذاره رو کولش. اون جایگاه، جایگاه اتصال به آمینو اسیده. ببینید ساختار نهایی tRNA به این صورته. این ساختار هنوز کامل نشده، هنوز تاخوردگیاش کامل نشده. ما به این میگفتیم تاخوردگی اولیه، به این که دیگه کامل بود میگفتیم ساختار سه‌بعدی. هم توی تاخوردگی اولیه هم توی ساختار سه‌بعدی ما دو تا جایگاه خیلی مهم داریم. یکی این جایگاه محل اتصال به آمینو اسیده که اینجاست، یکی دیگه همین توالی پادرمزه‌ای. نکن اینجا هم ما داریم توالی پادرمزه‌ای و توالی محل اتصال آمینو اسید. خب جایگاه اتصال به آمینو اسید رو که گفتیم تعریفش چیه، آمینو اسید میاد اینجا میشینه. اما توالی پادرمزه‌ای داستانش چیه؟ یه توالی سنوکلوتیدیه که مشخص میکنه چه آمینو اسیدی وصل بشه به tRNA. چون شما میدونید ما انواع tRNA ها رو داریم. چند نوع tRNA داشتیم؟ 61 نوع tRNA داشتیم. ما انواع tRNA ها رو داریم، انواع آمینو اسید ها هم داریم، حدود 20 نوع آمینو اسید داشتیم. خب از کجا باید بفهمه tRNA که بود سراغ کدوم آمینو اسید بره، کدوم آمینو اسید منتقل بکنه؟ از طریق این توالی پادرمزه‌ایش، از این طریق متوجه میشد. پس
اون جای خالی ما محل اتصال آمینه هست گفته بود توالی دیگر رو میخواست که میگیم توالی پاد رمز ای. یکی از راه‌های تأمین ATP در مایچه ها برداشتن فسفات از مولکول جای خالی و انتقال آن به ADP. بچه ما اینو تو 11 هم خونده بودیم و داستان این بودش که سه روش برای تولید ATP توی سلول وجود داشت. روش اول که همین ابتدای فصل هم بهش اشاره شده بود ساخت ATP در سطح پیشماده بود. ساخت ATP در سطح پیشماده که خیلی مشخص بود داستانش چیه. شما میای فسفات رو از یک ماده فسفات دار میکنی میدی به یه ADP. ADP یه فسفات رو میگیره میشه ATP. به همین راحتی. پس من یه فسفات رو میکنم میدم به مولکول ADP. ADP میشه ATP. ATP تولید کردم. خب حالا مثال زده بود کتاب درسی گفته بود مثلا سلولای ماهیچه‌ای میان از یه ماده‌ای به نام کراتین فسفات استفاده میکنن. کراتین فسفات یه مولکولیه که یه دونه فسفات داره. فسفات این کراتین فسفات رو میکنن میدن به ADP میشه ATP. پس کراتین فسفات بود جواب اون سوال. باکتری های نیترات ساز که جای خالی رو به نیترات تبدیل میکنن از باکتری های شیمیوسنتز کننده. اینم تو دهم خوندید. اینم تو دهم خوندید ولی کتاب درسیتون توی فصل 6 انتهاش میاد راجع بهش صحبت میکنه. ما انواع تولید کننده ها رو یاد گرفته بودیم که حالا میتونستن فتوسنتز کننده باشن میتونستن شیمیوسنتز کننده باشن. شیمیوسنتز کنندگان داستانشون به این صورت بود که انرژی مورد نیاز برای تولید مواد عالی رو از واکنش اکسایشی به دست می آوردن. از واکنش اکسایشی به دست. اینم میتونه به عنوان جای خالی بیاد. خب مثال داشتیم برای شیمیوسنتز کنندگان. مثالش باکتری نیترات ساز بود که ماده NH4 یه بار مثبت رو تبدیل میکرد به NO3 یه بار منفی. NO3 یه بار منفی. این NO3 یه بار منفی همون نیتراته. چی حالا تبدیل به نیترات کرده؟ آمونیوم. پس آمونیوم رو میگیره، ناکن اینجا هم نوشته آمونیوم رو میگیره تبدیلش میکنه به نیترات. پس این کاریه که باکتری نیترات ساز انجام میده. یه شیمیوسنتز کننده است. خب جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها رو جای خالی میگویند. بچه یکی از اهداف مهمی که توی مهندسی ژنتیک داشتیم این بودش که یه ژن رو برداریم تکثیرش بدیم. حالا میتونست در واقع به این صورت باشه که محصولاتش رو فقط تکثیر کنیم. میتونست اون ژن رو در واقع تو اون فرایند تکثیر بکنیم. اگر ژن رو برمی‌داشتیم و تعدادش رو زیاد می‌کردیم یا تکثیر می‌کردیم به این فرایند می‌گفتن همسانه‌سازی DNA. حالا به چه دردی می‌خوره؟ ببین مثلا من می‌خوام ژن تولید پلاستیک قابل تجزیه رو بردارم انتقالش بدم به کل گیاه. خب من یه دونه ژن دارم. باید این ژن رو ازش کپی بگیرم، باید تعدادش رو زیاد بکنم که مثلا تعدادش به 50 تا برسه، 50 تا گیاه رو دچار دست‌ورزی بکنم. 50 تا گیاه رو تراژنی بکنم، تغییر بدم از لحاظ ژنتیکی. پس من باید اینو تکثیر بدم. چجوری میام تکثیرش میدم؟ به روش همسانه سازی که آره فرایندش رو جلوتر میگیم به چه صورته. پس باید اینو کپی بکنم ازش. اسم این فرایندم همسانه سازی بود. ناکن اینجا گفته تولید انبوه ژن با همسانه سازی دنا انجام میشه. جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها رو همسانه سازی میگویند. پس این تعریفش. این دناش هم مهمه، همسانه سازی خالی ننویسید، دناش هم حتما باید بنویسید. جابجایی طولانی و رفت و برگشت جانوران جای خالی نام داره، از فصل 8 کتابتونه. بچه اینم باز حدود اطلاعات عمومیه. الان یه جانوری مثلا یه موقعی از فصل یه فصل خاصی پا میشه میره یه منطقه دیگه، بعد یه فصل دیگه دوباره برمیگرده به همین منطقه. اسم این فرایند چیه؟ مهاجرت. پس جابجایی و رفت و برگشتی رو بهش میگن مهاجرت. خب
بریم بعدی. تایپ دوم سوالی که میبینید به این صورته. دو تا واژه رو بهتون میدن، باید ببینید کدوم درست تره. در گریزانه میزان حرکت مواد در محلول بر اساس چگالی است و مواد سنگین تر کنتر حرکت میکنن یا تندتر حرکت میکنن. بچه مواد سنگین تر اولا که میدونیم در انتهای لوله آزمایشی قرار میگیرن. ببینید این یه لوله آزمایشگاهی بود. مواد هرچی سنگین تر باشن نزدیکتر میشن به کف لوله. حالا اینکه میچرخه این دستگاه، موادی که در کف لوله هستن سریعتر حرکت میکنن. پس مواد سنگین تر میتونیم بگیم تندتر حرکت میکنن. کدوم آغاز کدوم کدوم بود بچه ها؟ شما باید 4 تا کدوم خوب بلد باشید. یکی کدوم آغازه که AUGه. کدوم های پایان هم حتما بلد باشید بچه ها. 3 تا کدوم پایان داریم. یکی UAA، یکی UGA و یکی UAG. خیلی حواستون باشه که این UAG رو با IUG قاطی نکنید. اون آغازه، اینا پایانن. پس این 3 تا پایانن، حواستون بهش باشه. رنگ گل میمونی مثالی از صفت تک جایگاهی. اینو عقبتر هم بهش اشاره کردم، تک جایگاهی بود. چند جایگاهی ما یه مثال ازش داشتیم، کدوم بود؟ مثلا ذرت. ذرت مثلا چند جایگاهی بود. پس اینو حواستون باشه. بقیه این صفاتی که خوندید همشون تک جایگاهی بودن. حتی گروخونی آب او، اونم تک جایگاهی بود. گول اینو نخورید که 3 آلل داره، اونم تک جایگاهی. برای آن که جمعیتی در حال تعادل باشد لازم است آمیزش ها در آن تصادفی باشن یا غیر تصادفی. بچه یه مرور بکنیم عواملی که تعادل جمعیت رو به هم میزدن. توی فصل 4 ما یه سری عوامل رو یاد گرفتیم که جمعیت رو میتونستن دستخوش تغییر بکنن. جمعیتی که تغییر توش مورد انتظاره ما گفتیم تعادل نداره. جمعیتی که در حال تعادل باشه تغییر توش دیده نمیشه. این عبارتی بود که اینجا بهمون کتاب درسی میگفت. حالا چه عواملی بودن؟ جهش بود. خب طبیعتاً جهش میتونه فراوانی اضافه بکنه دیگه، میتونه تغییر ایجاد بکنه و تعادل رو از بین میبره. پس جهش اولین عامل. بعدی رانش دگره‌ایه. رانش دگره‌ای، رانش یعنی که حذف بشن یه تعدادی از دگره. خب بازم این تغییر ایجاد میکنه، پس تعادل رو از بین میبره. بعدی شارش ژنی بود. شارش بچه هم مهاجرت بود، یعنی یک سری افراد با یک سری ژنوتیپ ها از یه منطقه به یه منطقه دیگه برن. خب الان این دوتا منطقه جمعیتشون تفاوت پیدا میکنه دیگه. مثلا از این جمعیت یه سری از ژنوتیپ ها کلن رفتن، یه سری از آلل ها کلن خارج شدن. این جمعیت در حال تغییره، جمعیت مقصد هم تغییر میکنه. حالا ما یه چیزی داشتیم راجع به شارش، اون همین بود که اگر شارش به طور پیوسته دو سویه ادامه پیدا بکنه، یعنی مثلا 30 نفر برن به اون جمعیت و 30 نفر هم از اون جمعیت برگردن دو سویه و همزمان با هم دیگه انجام بشه، اتفاقی که میفته بعد از یه مدت خزانه ژنی دو جمعیت به هم دیگه شبیه میشه. این دو تا جمعیت شبیه هم میشن. چرا؟ یه سری افراد هی میان ازش، یه سری افراد ازش هی خارج میشن. خب آمیزش غیر تصادفی داستانش چی بود؟ این بودش که شما در انتخاب جفت برای تولید مثل به طور غیر تصادفی عمل بکنی، یعنی انتخاب بکنی جفت خودت رو. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه که یه سری از افراد جمعیت با هم دیگه تولید مثل نداشته باشن، شانس تولید مثلی یه سری از افراد کمتر بشه. خب اون افراد دیگه نمیتونن زادآوری کنن و ژنوتیپشون میتونیم بگیم که کم میشه، یه سری از ژنوتیپ ها کم میشه. مثال برات میزنم، مثلا اینو سعی کنید با مثالش یاد بگیرید. مثلا فرض بکنید توی یه جمعیتی این یه جور ژنوتیپه، اینم یه جور دیگه ژنوتیپه، دو نوع ژنوتیپ داریم. خب ما فرض بکنیم افرادی که در واقع تی بزرگ تی بزرگ هستن فقط با هم دیگه تولید مثل میکنن، فقط با هم دیگه تولید مثل میکنن. خب حاصلش چی میشه؟ تمام فرزندان هم تی بزرگ تی بزرگ خواهند بود، درسته؟ خب
افرادی هم که تیکوچیک هم فقط با هم دیگه تولید مثل کنن، یعنی هیچ تیکوچیکی با تی بزرگ تولید مثل نداشته باشه، خب نتیجهش هم میشه تیکوچیک. الان توی این جمعیت یه ژنوتیپی خیلی کم میشه یا از بین میره. چه ژنوتیپیه؟ ژنوتیپ تی بزرگ تی کوچیکه. این الان از بین میره. چرا؟ چون افرادی که تی بزرگ تی بزرگن با افرادی که تی کوچیک تی کوچیکن تولید مثل نمیکنن، همدیگر انتخاب نمیکنن. آمیزش تصادفی اینجا رخ نده، غیر تصادفی انتخاب کردن. خب الان یه سری از ژنوتیپا فراوانیشون تغییر میکنه، پس اینم تعادل رو میتونه خارج بکنه. خب بعدی هم انتخاب طبیعیه که خب مشخصه، اونایی که با طبیعت همراه باشن بالا میان، اونایی که با طبیعت همراه نباشن حذف میشن. خب الان برای اینکه جمعیتی در حال تعادل باشه، آمیزش باید تصادفی باشه غیر تصادفی؟ اگه غیر تصادفی باشه یعنی انتخاب توی صورت بگیره. ببینید غیر تصادفی یعنی این، یعنی انتخاب در آن دخیل است، تصادفی نیست، انتخاب میکنن همدیگر. خب این اگر رخ بده ما گفتیم که ممکنه یه سری از ژنوتیپا فراوانیشون دستخوش تغییر بشه، پس باید تصادفی باشه، یعنی همه افراد شانس تولید مثلی برابری داشته باشن با هم دیگه که تعادل برقرار باشه. بعدی میگه تثبیت اولیه کربن در آناناس. بچه آناناس یه گیاه CAM بود اگر یادتون باشه. گیاهان CAM دو مرحله تثبیت کربن در دو زمان متفاوت داشتن اگر یادتون باشه. این گیاهان چون در مناطق خیلی گرمی در واقع زندگی میکردن، مجبور بودن که چیکار کنن؟ روزنه هاشون رو فقط در طول شب باز کنن و در طول روز روزنه شون بسته میموند. خب این باعث میشد که در شب CO2 رو وارد بکنن، اینو به صورت ترکیب 4 کربن ذخیره بکنن، در روز آزاد بکنن CO2 رو از ترکیب 4 کربن و وارد چرخه کالوین بکنن. تثبیت اولیه کربن اینجا انجام میشه. اینجا تثبیت اولیه کربن که به چه صورت؟ ترکیب 3 کربونه به علاوه 3O2 میشه ترکیب 4 کربونه که اسید بود در واقع، یه اسید تولید میشه ترکیب 4 کربونه. این توی شب داره انجام میشه. خب توی صبح ما میومدیم دوباره CO2 رو از این آزاد میکردیم، CO2 رو میومدیم آزاد میکردیم، وارد چرخه کالوین میکردیم. خب شما میدونید توی چرخه کالوین تثبیت کربن رخ میده دیگه، شما میایید CO2 رو در ترکیب 3 کربونه تثبیتش میکنید، توی ترکیب 3 کربونه تثبیتش میکنید، پس تثبیت ثانویه هم اینجاست. پس تثبیت ثانویه هم اینجا شد. خب الان یه مرحله تو روز یه مرحله تو شب، چرخ کالوین تو روز، اون تولید مولکول 4 کربنی توی شب. یه نکته هم بگم، کلن چرخ کالوین همیشه تو روز انجام میشه تو همه یه گیاهان، چه توی گیاهان C3، تو گیاهان C4 و توی گیاهان CAM، همشون توی روز چرخ کالوین انجام میدن. پس اینو کلن حواسمون باشه. حالا این راجع به تثبیت اولیه صحبت کرده، یعنی تولید ترکیب 4 کربنی کی گفتیم انجام میشه؟ این در شب رخ میده که چرخه کالوین بعدش در روز قرار انجام بگیره. بعدی میگه قمری خانگی، تک همسری یا چند همسری، نظام جفتگیریش به چه صورتی؟ کتاب درستون راجع به نظام جفتگیری تک همسری و چند همسری صحبت میکنه توی فصل 8. چند تا مثال هم زده، مثلا راجع به طاووس گفته، راجع به پستانداران گفته. اینجاست نظام جفتگیری بهش میگفتیم. خب طاووس نر گفته بودیم نظام جفتگیری چند همسری داره، یعنی یه نر همزمان با چند تا ماده تولید مثل انجام میده. دلیلش هم این بودش که خودش در افزایش شانس بقای زاده ها نقش مستقیم نداشت،
خودش در پرورش زاده ها نقش مستقیمی نداشت، به طور غیر مستقیم نقش داشت. مثلا میتونست منابع غذایی، قلمرو اینا رو ازش محافظت بکنه که طاووس‌های ماده بتونن توی این قلمرو با مواد غذایی کافی به پرورش فرزندان بپردازن. پس خودش نقش مستقیمی نداشت، چند همسری کار میکرد. اما ما از اون طرف خونده بودیم که مثلا قمری خانگی تک همسری بود و کلن هم کتاب درسی دیگه قیدیو میگه بیشتر پستانداران نظام چند همسری دارن، بیشتر پرندگان تک همسری نظام جفتگیریشون. خب ما اینجا فقط یه مثال نقض داریم دیگه. مثال نقض ما الان اینجا چی شد؟ طاووس. یه پرنده است ولی نظام چند همسری داره مثل پستانداران. پس برخی از پرندگان مثل طاووس نظام جفتگیری چند همسری دارن، ولی الان قمری خانگی مثل بقیه پرندگان تک همسریه. خب به سوالات زیر درباره هماهنگ‌سازی پاسخ بدید. پاسخ کوتاهن در واقع این سوالات. برای باز شدن درشته دنا آنزیم هلیکاز چون پیوندهایی رو از هم دیگه باز میکنه. بچه راجع به هماهنگ‌سازی ما دو تا آنزیم خیلی مهم راجع به هماهنگ‌سازی دی ان ای، دو تا آنزیم خیلی مهم رو بعد راجع بهشون اطلاع میداشتیم. یکیش آنزیم دناوسپاراز بود که می اومد نوکلئوتیدهای مکمل رو روبروی رشته الگو قرار میداد و پیوند فسفودیستر تشکیل میداد. دومین آنزیم که قبل از دناوسپاراز باز عمل خودش رو انجام میداد آنزیم هلیکاز بود که می اومد دو رشته دی ان ای مادری رو باز میکرد که شما دسترسی داشته باشی به رشته های الگو. حالا هلیکاز برای اینکه بتونه دو رشته رو باز بکنه، ببینید این دو رشته دی ان ای مادری، بین دو رشته ما خب بازهای عالی رو داریم که با هم دیگه پیوند هیدروژنی تشکیل میدن دیگه، درسته؟ پس پیوند هیدروژنی رو باید بشکونه. هلیکاز پس تا اینجای کار پیوند هیدروژنی رو میشکونه. میگه کدام فعالیت دناوسپاراز سبب ویرایش میشه؟ بچه دناوسپاراز دو تا فرایند خیلی مهم رو انجام میداد. اسم یکی از فراینداش بود بسپارازی، اسم اون یکی فرایندش بود نوکلئازی. یه خورده از شیمی اگه اطلاعات داشته باشید بسپارازی متوجهش میشید یعنی چی. بسپارازی یعنی تولید بسپار، حرف از تولید میشه، یعنی پیوند داره تشکیل میشه. نوکلئازی برعکسشه. ببین ما توی دهم مثلا داشتیم لیپاز، پروتئاز، آنزیم هایی که در واقع میتونستن ماده رو تجزیه بکنن، یه آز آخر اون ماده میگرفتن و اسمشون تولید میشد. مثلا ما میخواستیم یه ماده ای داشته باشیم که پروتئین رو تجزیه بکنه، کافی بود به پروتئین یه پسوند آز اضافه بکنیم، یه پسوند آز اضافه میکنیم میشد پروتئاز. یا مثلا میخواستیم لیپید رو تجزیه بکنیم میگفتیم لیپاز. اینجا در راجع به نوکلئاز صحبت میکنه، نوکلئیک اسید رو باید تجزیه بکنه، درسته؟ پس باید پیوند بین نوکلئوتیدا رو بشکونه. پس این تو شکستن پیوند داریم، شکستن پیوند. حالا بخوایم وارد جزئیات ماجرا بشیم، ما گفته بودیم دناوسپاراز میاد نوکلئوتیدا رو دونه دونه کنار همدیگه میچینه روبروی رشته الگو. خب بعد بینشون چه پیوندی برقرار بشه؟ پیوندی که بین نوکلئوتیدا توی هر رشته برقرار میشد از نوع فسفودیستر بود. خب پس توی فرایند بسپارازی که گفتم تشکیل پیوند رخ میده، یه فرایند بسپارازی میتونیم بهش بگیم تشکیل پیوند فسفودیستر هم تو اون فرایند رخ میده. اما برعکسش فرایند نوکلئاز، پس من اینجا مینویسم تشکیل پیوند تو نوکلئازی داستان چی بود؟ ما گفتیم گاهی وقتا ممکنه که دناوسپاراز نوکلئوتید اشتباه رو به روی رشته مکملش روی رشته الگوش بذاره. خب اینجا یه چک میکنه کارشو، میبینه که من اینجا رو اشتباه گذاشتم، دوباره باید جدا بکنه، دوباره باید نوکلئوتید رو بکنه. خب
نوکلوتید چوری باید بکنه، باید پیوند بین نوکلوتید قبلی و خود اون نوکلوتید رو بشکونه دیگه. چه پیوندی باید بشکونه؟ همون فسفودیستر رو باید بشکونه دوباره، یعنی فسفودیستری که تشکیل داده دوباره خودش میشکونه. به این فرایندش میگیم فرایند نوکلئازی، شکستن پیوند فسفودیستر، که برای یه عملی بود به نام ویرایش. چرا بهش میگفتیم ویرایش؟ چون گفتیم اشتباه کرده بود و نوکلوتید رو گذاشته بود، اومد کار خودش رو، کار اشتباه خودش رو ویرایش کرد، درست کرد، اصلاح کرد. پس اونجا پیوند فسفودیستر رو شکوند. حالا کدوم فعالیتش این کار انجام میده؟ پس میشه نوکلئازی دیگه. جواب این میشه نوکلئازی. بسپارازی که ربطی به ویرایش نداشت. خب سوال بعد، با توجه به شکل روبرو به پرسش ها پاسخ بدید. کدام مرحله از رونویسی رو اولا نشون میده؟ بچه ما سه مرحله واسه رونویسی داشتیم. مرحله اول فرایند باز شدن دی ان ای بود و تولید یه مقدار کوچیکی از آر ان ای. اینجا بهش میگفتیم مرحله آغاز. مرحله بعدا مرحله طویل شدنه، که تو این مرحله طول رشته آر ان ای ما طویل میشد، بلندتر میشد. مرحله بعدی هم که در واقع رونویسی توش به پایان میرسید، مرحله پایان بود. شکل هر کدوم از این مراحل رو حتما یاد بگیرید. اولا که این مراحل در اصل چه آنزیمی داره انجام میشه؟ مهمترین آنزیمی که اینجا هست، که این آنزیم شماره 2، آنزیم رنوبسپاراز نام داشت. رنوبسپاراز. پس این جواب سوال ب. یکم بیایم نامگذاری بکنیم. یک چیه بچه‌ها؟ ببینید اینجا ما اومدیم ژن رو باز کردیم، دورشته ژن رو باز کردیم که بیایم از روی یکی از رشته ها رو نویسی بکنیم، چون تو رو نویسی از یه رشته فقط استفاده میشد، از یه رشته ژن. خب پس ما باید یه چیزی داشته باشیم توی دی ان ای که برای ما ژن رو هایلایتش بکنه، یا به عبارت دیگه ژن رو مشخص بکنه که از کجا شروع میشه. ببین آنزیم رنوبسپاراز میخواد از روی ژن رو نویسی بکنه. خب از کجا بفهمه از کجا شروع میشه این ژن؟ یه توالی هست توی دی ان ای به نام توالی راه انداز، قبل از ژن قرار گرفته توی یوکاریوتا. راه انداز به رنوبسپاراز نشون میده که ژن از اینجا شروع میشه، تو برو اونجا رو نویسی بکن. حواست هم باشه که رنوبسپاراز خود راه انداز رو رونویسی نمیکنه، اصلا راه انداز خودش باز نمیشه، قبل از ژن قرار گرفته. خب اینجا دقیقا قبل از ژن دیگه، درسته؟ اسم این توالی توالی راه اندازه، که در واقع ژن رو میاد نشونه رنوبسپاراز میده. کدام مرحله از رونویسی رو نشون میده؟ بچه اینجا یه مقدار کوتاهی از آر ان ای فقط تولید شده، پس مرحله آغازی ما. اگر طویل شدن بود طول آر ان ای بیشتر بود. پایان هم که خب اصلا دیگه آر ان ای جدا میشد از دی ان ای، پس اینجا طبیعتا مرحله آغازه. خب فنوتیپ های زاده های حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی رو با رسم مربع پانت بنویسید. مثلا مربع پانت حتما سوالتون خواهد بود، خیلی مهمه. اول از همه ما بیایم ببینیم که دو گل میمونی صورتی ژنوتیپشون به چه صورته. به شما فنوتیپ میدن، ژنوتیپ رو ازتون میخوان. دو گل میمونی صورتی باید آر دبلیو باشن دیگه، درسته؟ گفتیم یه دونه آر داره یه دونه دبلیو، نه قرمز نه سفید، ما بین. آر به معنی رد بود، دبلیو به معنی وایت بود. خب دو گل میمونی صورتی، اول از همه برای مربع پانت ببینید ما باید گامت هایی که هر گل تولید میکنه رو بلد باشیم. ببینید توی گامت ما میدونیم نصف محتوای ژنتیکی منتقل میشه دیگه، از جاندا، از والد، فقط نصف محتوای ژنتیکی وارد گامت میشه. یعنی این الان مثلا دو تا کروموزوم داره، روی یکیش آر، روی یکیش دبلیو، که این کروموزوم ها همتا هم هستن، یه دونه از این کروموزوم ها فقط باید منتقل به گامت بشه. پس ما دو حالت گامت میتونیم تولید بکنیم. برای والد اول یه گامت آر، یه گامت دبلیو. خب ما دو تا والد داریم دیگه، اون یکی والد هم آر دبلیو دیگه، درسته؟ اونم آر دبلیو. خب اینم دقیقا همون گامت ها رو میتونه تولید بکنه، یه دونه آر، یه دونه دبلیو. خب بیایم این جدول کاملش بکنیم. بله
خب بیایم جدول کاملش بکنیم. توی خونه اول دو تا گامت آر داریم، ژنوتیپی که تولید میشه آر آر. توی خونه دوم یه دونه آر داریم، یه دونه دبلیو داریم. آر دبلیو پس یکی از زاده‌ها یکی تولید میشه. این پایین هم بخوایم پر بکنیم، اینجا آر، اینجا دبلیو، آر دبلیو، اینجا دبلیو، اینجا دبلیو، دبلیو دبلیو. پس این تمام انواع زاده‌هاییه که در واقع ممکنه تولید بشن، زاده‌های حاصل. رخنمودشون رو حالا گفته بنویسید. رخنمود زاده های حاصل رو بنویسید. الان تمام نشده کار ما، الان فقط ژن نمود رو داریم. ژن نمودهای ما الان کدوم ها هستن؟ یه دونه آر دبلیو شد، یه دونه آر آر شد، یه دونه هم دبلیو دبلیو شد. هر سه نوع ژن نمود رو ما اینجا داریم. خب آر دبلیو گفتیم چی میشه؟ میشه صورتی. پس یه زاده احتمال اینکه صورتی باشه هست. آر آر میشه قرمز. دبلیو دبلیو هم میشه سفید. ما همه انواع رخنمودهایی که ممکن بود رو اینجا نوشتیم. خب بعد در مورد انتقال اطلاعات در نسل‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ بدید. اگر گروه خونی زن و شوهری آرهاش مثبت باشد، یه لحظه اینجا وایسیم. بچه‌ها آرهاش مثبت دو حالت داره دیگه، یا ژن نمود دی بزرگ دی بزرگ باشه، یا ژن نمود دی بزرگ دی کوچیک باشه. درسته؟ خب بریم جلوش. میگه گروه خونی یکی از فرزندان آرهاش منفی شد، ژن نمود این والدین رو بنویسید. بچه فرزند ما شده دی کوچیک دی کوچیک، منفی میشد دی کوچیک دی کوچیک. درسته؟ خب ببین دو تا والد اگر این حالت باشن، دی بزرگ دی بزرگ باشن، فرزند هیچ وقت دی کوچیک دی کوچیک نمیشه. آلل دی کوچیک اون از کجا بیاره؟ ببین فرزند وقتی دی کوچیک دی کوچیک داره، یعنی یه والد بهش دی کوچیک داده، اون یکی والد هم بهش دی کوچیک داده. پس هر دو تا والد باید دی کوچیک رو داشته باشن. پس والدین باید اینجوری باشن ژنوتیپ بشون. ژنوتیپ بشون باید اینجوری باشن. پس من می‌نویسم. پدر دی بزرگ دی کوچیک، مادر دی بزرگ دی کوچیک، شبیه همه. چرا در صفات وابسته به X ممکن نیست پدر ناقل باشه؟ بچه صفات وابسته به X به این صورت بود دیگه. ما میگفتیم زنان میتونن دوتا آللش رو داشته باشن چون XX هن، ولی مردان چون یه دونه کروموزوم X دارن، XY هن، یه آلل فقط صفت وابسته به X رو دریافت میکنن. خب زنان چند جور حالت داشتن دیگه. مثلا راجبه یه صفتی که رابطه بارز نهفتگی توش برقراره و وابسته به X میخوام صحبت بکنم. ببینید چند جور حالت داریم اینجا براش. من اینجا همینجا براتون مینویسم. مثلا راجبه همون هموفیلی صحبت میکنم. هموفیلی آلل بیماریش با اچ کوچیک نشون داده میشد، آلل سلامتیش با اچ بزرگ نشون داده میشد. خب من الان واسه یه زن میتونم این ژنوتیپ ها رو داشته باشم. این یه ژنوتیپ، این دوتا ژنوتیپ و اینم سومین نوع ژنوتیپ. اما واسه این مرد فقط دو حالت دارم، چون یه دونه ایکس دارم دیگه، این دو نوع ژنوتیپ رو من فقط دارم. خب تکلیف این ژنوتیپی که توی زن هست که مشخص، این میشه بیمار. درسته؟ این میشه بیمار. اینم که میشه سالم طبیعتا مشخص. اما زمانی که یه دونه آلل سلامتی داره و یه دونه آلل بیماری داره، ما میدونیم بین این دوتا آلل توی هموفیلی بارز نهفتگی برقراره. کدوم بارزه؟ سلامتیه بارزه. یعنی فردی که یه دونه سالم داشته باشه یه دونه بیمار داشته باشه، در نهایت سالم خواهد بود. ولی گفته بودیم این فرد آلل بیماری رو هم داره تو خودش، یعنی ناقل آلل بیماریه. در عین اینکه سالم خودش، آلل بیماری رو تو خودش داره، میتونه به نسل بعدی منتقل بکنه. پس یه چنین چیزی توی زنان ممکن بود. اما توی مردان ببینید دو حالت بیشتر نیست، یا بیماره الان اینجا بیماره، یا اینکه سالمه. اصلا ناقل نمیتونیم پیدا بکنیم. چرا؟ چون کلن یه دونه آلل در واقع ممکنه توی این فرد دیده بشه، دو آلل دیده نمیشه همزمان، چون دوتا ایکس ندارن، یه دونه ایکس دارن. خب دلیلش پس چیه؟ چرا ممکن نیست پدر ناقل باشد؟ چون یک کروموزوم X و در نتیجه یک
آلل از آن صفت دارند. خب جیم میگه در رابطه با رنگ نوعی ذرت، ژنوتیپ ذرت های موجود در دو آستانه طیف یعنی قرمز و سفید رو بنویسیم. بچه دو آستانه یعنی دو انتها. خب داستان این چی بود؟ ما گفته بودیم ذرت یه طیف رنگ پیوسته ای داره، از قرمز میتونست باشه تا سفید، هر رنگی این وسط رو در واقع ما میتونستیم توی جمعیت ذرت ها ببینیم به این صورت. چرا؟ چون یه صفت چند جایگاهی بود، واسه هر جایگاهی هم ما دو تا آلل داشتیم که بین این آلل ها رابطه بارز نهفتگی وجود داشت. هر چی تعداد آلل های بارز در ژنوتیپ بیشتر میشد، رنگ بیشتر و قرمزی میزد. نگاه کنید رنگ قرمز همه ژنوتیپاش همه آلل هاش بارز هست. اما رنگی که تعداد آلل های نهفته بیشتری می داشت به سفیدی بیشتر میزد. نگاه کنید اونی که سفیده تمام آلل هاش نهفتن. خب الان این رنگ سفیده دیگه، اینی که در این آستانه سفیده، پس ژنوتیپ سفید اینه. اینی هم که در این آستانه است قرمزه، پس ژنوتیپ قرمز اینه. من همین رو فقط باید بنویسم توی امتحان. خب بعد در جدول زیر هر یک از عبارت‌های ستون الف با یکی از موارد ستون ب ارتباط دارن، آنها رو پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید. خب رد پای تغییر گونه ها، بچه ما راجع به این قسمت که میشد در واقع گفتار 3 فصل 4تون یه نکته مهمی داشتیم، تشریح مقایسه. تشریح مقایسه داستانش چی بود؟ می اومدیم اجزای پیکر جانداران گونه‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه می‌کردیم. چند تا ساختار از این تشریح مقایسه کتاب درسیتون بهمون نام برده. گفته مثلا من میام دو تا جاندار رو با هم دیگه مقایسه می‌کنم، اینا واسه دو تا گونه متفاوتن، ساختارهایی دارن که شبیه همن ولی عملکردشون متفاوته. از نظر ساختاری شبیهن ولی از نظر عملکردی متفاوتن. اسم اینا رو گذاشته بود ساختارهای همتا. از نظر طرح ساختاری یکسان اما کار متفاوت، بهش میگفتیم همتا. مثلا باله پرنده، بال پرنده، باله دلفین، دست گربه، اندامهای جلویی مهره‌داران به طور کلی، اینا همتا بودن. ممکن بود که یه سری از ساختارها رو ببینیم از نظر عمل کردی مشابه باشن ولی طرح ساختاری متفاوت داشته باشن. مثلا بال توی پرنده با بالی که توی پروانه هست، خب اینا جفتشون واسه پرواز کردن هست. ولی از نظر ساختاری زمین تا آسمون متفاوتن. به اینا میگفتیم ساختاری آنالوگ. پس کار یکسان، طرح ساختاری متفاوت، بهشون میگفتیم آنالوگ. ممکنم بود که یه سری از ساختارها رو توی یه سری از گونه ها ببینیم، توی یه گونه دیگه اون ساختار تحلیل رفته باشه و کوچیک شده باشه و بلا استفاده شده باشه یا حتی استفادهش خیلی کم شده باشه. به این میگفتیم وستجیال که معنی رد و پا داشت. پس توی یه عده بسیار کارآمد، در عده دیگر کوچیک یا ساده شده و حتی فاقد کارایی خاص. مثلا پا در مار پیتون که خب عملا بلا استفاده است. خب خیلی راحت با تجربه این کلید واژه‌ای که یاد گرفتیم، ساختار همتا میشه طرح ساختاری یکسان، کار متفاوت. ساختار آنالوگ میشه کار یکسان، طرح ساختاری متفاوت. ساختار وستیجیال هم رد پای تغییر گونه هاست، یعنی داره میگه که گونه ها به مرور زمان دچار تغییر میشن. گونه ها به مرور زمان دچار تغییر میشن، این وستیجیال اینو به همون میرسوند. ببینید اینجا تو کتاب درسی بهش اشاره کرده. میگه مارها از تغییر یافتن سوسمارها پدید اومدن. خب سوسمار پا داره ولی مار پا نداره، یعنی توی این تکامل سوسمار به مار ما میبینیم که یه سری از ساختارها
به درد نخور میشن، مثلا پا به درد نخور میشه، تغییر گونه ها، رد پای تغییر گونه ها، ما الان دیدیم که گونه ها تغییر کردن به این صورت. کلا این گفتار راجع به تغییر گونه ها داره صحبت میکنه دیگه در طول زمان. خب بعد میگه انواع جهش ها اینجا هستن. اولا که بچه ما چند جور جهش داشتیم، اولا از لحاظ اندازه جهش ها میشدن بزرگ و کوچک. جهش های بزرگ خودشون انواع داشتن، حذف از نوع بزرگ، جا به جایی داشتیم، مضاعف شدن بود و واژگونی. اینا جهش های بزرگ بودن. کوچیک میتونست جانشینی باشه، جانشینی یه نوکلئوتید با نوکلئوتید دیگه، میتونست حذف باشه، میتونست اضافه باشه، یعنی یه نوکلئوتید اضافه بشه، یه نوکلئوتید یا چند تا نوکلئوتید حذف بشن. خب کوچیک در حد یک یا چند نوکلئوتید بود، بزرگ در حد فامتن بود، یعنی فامتن ما قشنگ میدیدیم که تغییر بکنه. اینا جهش ساختاری بوده، ما جهش عددی هم داشتیم، جهش عددی فامتنی هم داشتیم، مثلا تعداد فامتن کلا تغییر میکرد، یاره میشد پولیپلویدی شدن یا مثلا با هم ماندن، این دوتا رو ما یاد گرفتیم. خب حالا میگه در این نوع جهش رمز یک آمینو اسید به رمز دیگر همون آمینو اسید تبدیل میشه. بچه جهش جانشینی خودش انواع داشت با توجه به نتیجه که میذاشت. اگر جهش جانشینی کنید، من اینو اینجا میخوام براتون بستش بدم، اگر جهش جانشینی به این صورت انجام میشد که رمز آمینو اسید تغییری نمیکرد، یعنی مثلا یه نوکلئوتید با یه نوکلئوتید دیگه جابجا شد، ما بگیم رمز آمینو اسید به رمز دیگه همون آمینو اسید تبدیل میشه، یعنی آمینو اسیدش تغییری نکرده، ما به این جهش جانشینی میگفتیم جهش جانشینی خاموش. چرا؟ چون اثرش خاموشه، هیچ اثری قرار نیست بذاره، چون پروتئین ما که تغییر نمیکنه. یه رو دیگه هم داشتیم، اگر رمز آمینو اسید تبدیل میشد به رمز پایان، یعنی یه نوکلئوتید جانشین نوکلئوتید دیگه میشد، به طوری که رمز آمینو اسید ما میشد رمز پایان، به اون میگفتیم بی‌معنا. اگر هم در واقع جهش جانشینی منجر به این میشد که رمز یا آمینو اسید به آمینو اسید دیگه ای تبدیل بشه، بهش میگفتیم دگر معنا، یعنی معنا تغییر میکنه. پس سه نوع جهش جانشینی داشتیم. الان جواب این مورد خاموش باید بشه. میگه در این نوع جهش قسمتی از یک فامتن به فامتن غیر همتا منتقل میشه. باید یه جهش بزرگ باشه. حالا مضاعف شدگی یا جابجایی کدومشونه؟ ببینید جابجایی مضاعف شدگی شبیه هم بودن. تعریفشون رو باید بلد بشید. مضاعف شدگی به این صورت بودش که فامتنی که اون قسمتی از فامتن که کنده میشد میرفت روی فامتن همتای خودش مینشست. یعنی الان من اینجا دو تا کروموزوم همتا دارم. به این صورت یه تیکه از این کروموزوم اومد روی کروموزوم همتای خودش. ولی جا به جایی به چه صورتی بود؟ جا به جایی اینجوری بود، دو تا کروموزوم غیر همتا از نظر اندازه شبیه هم نیستن، یه تیکه از این کروموزوم کنده میشد، میومد روی یه کروموزوم دیگه، این میشد جا به جایی. جا به جایی یه حالت دیگه هم داشت، میتونست این تیکه‌ای که کنده میشه بیاد مثلا روی یه قسمت دیگه از همون فامتن، روی خود همون فامتن بشینه. پس اینم تو جابجایی بود. خب این میگه به یه فامتن غیر همتا پس میشه جهش جابجایی. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم، دوباره برمیگردیم با ادامه شب امتحانه. خب بچه رسیدیم به پارت دوم شب امتحانمون. سوال بعدی میگه در تنفس حوازی چه فرآیندهایی علاوه بر قند گاف باید انجام بشه تا
گلوکوز به CO2 تجزیه بشه. بچه قند گفت که انجام میشه، ما گفتیم تنفس میتونه دو تا مسیر رو پیش بگیره دیگه، یا اینکه تخمیر باشه یا اینکه هوازی بخواد شکل بگیره. اگر هوازی میخواد شکل بگیره یه سری واکنش ها رخ میدادن که از اونها CO2 تولید میشد، از اونها CO2 میومد بیرون، از مولکول پیروات ما CO2 در نهایت تولید میشد. دو تا واکنش بودن که شما باید بلد بشید. یکیش بعد همین گلیکولیز بود، اکسایش پیروات، اولین جایی که در واقع CO2 آزاد میشه، مولکول CO2 رو داریم میبینیم آزاد شده اینجا. واکنش بعدی چرخه کربسه. توی چرخه کربس من دارم میبینم که CO2 آزاد میشه، پس من الان چرخه کربس و اکسایش پیروات رو به عنوان واکنش بعد از گلیکولیز میشناسم که CO2 ازشون آزاد میشه. ولی حواستون باشه توی زنجیره انتقال الکترون CO2 آزاد نمیشه، پس من همین رو فقط مینویسم، اکسایش پیروات و چرخه کربس. با توجه به نقش قشای درونی راکیزه در تنفس یاخته ای چین خورده بودن آن، چه ارزشی داره واسه سلول؟ بچه قشای درونی خیلی مهم بود از این جهت که خب پروتئین های لازم برای واکنش های محله آخر اونجا قرار داشتن دیگه، مثل پمپ های پروتئینی، مثل در واقع آنزیم ATP سازی، اینا همشون در قشای درونی قرار داشتن. این شکل رو ببین، اینا ها نه همشون در قشای درونی هست. خب قشای درونی تعداد زیادی از این پروتئین ها داره. ببین توی این شکل فقط یه سریاش آورده، کلی دیگه هم از این پروتئین ها توی این قشای درونی هست. خب اومده یه کار هوشمندانه انجام داده برای اینکه بتونه پروتئین های بیشتری تو خودش جا بده، چین خورده کرده خودشو. ببین اگر پروتئین ها بیشتر بشن خب طبیعتاً انرژی هم که تولید میشه به ازای هر میتوکندری بیشتر میشه دیگه، درسته؟ ببین پروتئین که بیشتر بشه آنزیم ATP ساز هم بیشتر میشه، ATP که تولید میشه هم بیشتر میشه. خب من میخوام یه کاری بکنم که آنزیم ATP ساز بیشتری تو این قشا جا بدم. چجوری میتونم این کارو بکنم؟ اگر قشا رو به این صورت در بیارم، ناگهان اگه میتوکندری باشه این قشاش صاف باشه. حالا اینو با این مقایسه بکنید، یه میتوکندری که به این صورته قشای درونیش، کدوم بچه مساحت بیشتری داره؟ کدوم قشا مساحت بیشتری داره؟ این قشای درونیه که میبینید چین خورده است خیلی مساحت بیشتری داره، طبیعتا کانال های پروتئینی و آنزیم های مختلف بیشتری هم تو خودش جا میده. پس میتوکندری برای اینکه بتونه پروتئین های بیشتری تو خودش جا بده، اومده قشای درونی خودش رو به شکل چین خورده در آورده که ATP بیشتری در نهایت تولید بشه. پس من اینجا بنویسم باعث این می شود که پروتئین های بیشتری در آن جای گیرند، در آن یه ذره گنگه، در قشای درونی، در ساختار قشای درونی جای گیرند. این سوال فعالیت هم هستش بچه، جای گیرند و در نتیجه ATP بیشتر تولید شود. چگونه امکان تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن در فرآیند تنفس هوازی وجود داره؟ بچه توی واکنشی که توی زنجیره انتقال الکترون انجام می شد، ما می دونستیم که الکترون در نهایت منتقل میشه به مولکول اکسیژن، به همین دلیلی که توی این تنفس اکسیژن مصرف میشه. چی تولید می شد؟ یه ماده تولید می شد به نام یون اکسید. یون اکسید با پروتون ترکیب میشد، آب تولید میشد. حالا ما گفتیم ممکن درصدی از این یون های اکسید با پروتون ترکیب نشن، اون موقع است که به شکل رادیکال آزاد در میان. پس جواب این سوال چیه؟ جوابش اینه، اگر درصدی، اینجوری بنویسیم، مثلا درصدی نمیخواد، اگر یون های تولیدی حاصل
از ترکیب الکترون با O2 خونسا نشوند رادیکال آزاد تولید می گردد. یعنی این یون هایی که اینجا راجع به صحبت کردیم منظورش یون اکسید که دوباره منفی. خب این از این. در مورد فتوسنتز به پرسش های زیر پاسخ دهید. منشأ پروتون های موجود در فضای درون تیلاکوئید از کجاست؟ میخوام ببینیم پروتئین هایی که در اوتو فضای درون تیلاکوئید از کجا میاد. این نکته فقط سر اینجا بهتون بگم این سوالی که در واقع عقب تر حلش کردیم این ربطش به این فعالیت ها که چرا غشای درونی چین خورده است، این دقیقا همونه. میبینی همون سواله. فعالیت خیلی مهمه بچه‌ها، سوال ازشون میاد حتما، پشت گوش نندازید. خب برسیم به اینجا بچه ها. شما میدونید پروتون درون تیلاکوئید بیشتره یا فضای بستره؟ کجا بیشتره پروتونش؟ درون تیلاکوئید ما گفتیم پروتون خیلی زیاده. دلیلش اینه که ما اینجا یه پمپ پروتونی داریم. اینها پمپ پروتون بود. پروتون همون هاش مثبته دیگه، که چیکار میکنه؟ هاش مثبت رو از بیرون میگیره میاره داخل، انتقال فعال انجام میده دیگه، از جای کمتر میاره به جای بیشتر. انرژیش از کجا به دست میاره؟ از الکترون، از الکترون پر انرژی به دستش میاره. خب پس پروتون من دلیل اینکه در واقع اینجا هست یکیش میتونه این پمپ هاش مثبت باشه. دلیل دیگه‌اش هم میدونید چیه؟ تجزیه نوری آب. اینم جایی که انجام میشه باید بدونید کجا انجام میشه. اینم در فضای درونی تیلاکوئیده. در فضای درونی تیلاکوئید. نگاه کنید اینجا. توش یک مشخص. خب تو این واکنش ببینید هاش مثبت آزاد میشه. پس الان من میبینم که هاش مثبت به دو شکل در واقع دارن در فضای تیلاکوئید زیاد میشن. منشأ اولش کجا بود؟ پمپ هیدروژنی. منشأ دومش کجا بود؟ تجزیه نوری آب. گیاهان CIM برای جلوگیری از هدر رفتن آب در دمای بالا و نور شدید چه سازشی دارن؟ یکیشو که بهتون گفتم، گفتم اینا روزنشون رو در طول روز میبندن. باز کردن روزنه فقط در شب. یه سازش دیگه هم دارن، اینم جالبه که بدونید. این سازششون به این صورته که توی اندامهای خودشون آب ذخیره میکنن. اندامهای گوشتی دارن. نگاه کنید ساقه و برگشون اینجا نوشته. برگ و ساقه یا هر دو گوشتی و پر آبه. یعنی ترکیباتی داره که تو خودش آب ذخیره میکنه. پس من اینم مینویسم. برگ و ساقه گوشتی و پر آب. سلولای غلاف آوندی در گیاهان C4 و C3 چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ ببینید گیاهان C4 تثبیت کربنشون در دو تا سلول متفاوت بود. تثبیت اولیه در سلول میانبرگ بود، تثبیت ثانویه در غلاف آوندی بود. یعنی غلاف آوندی کلروپلاست داشت و سبز رنگ بود. نگاه کن اینجا مشخصه. غلاف آوندی این که الان بیرنگه و سبز نیست طبیعتا واسه گیاه سیس است، ولی اینو ببینید سبز رنگه، واسه گیاهان C4ه. پس فرقشون اینه. غلاف آوندی C4 برخلاف C3 سبز است و کلروپلاست دارد. کلروپلاست یا سبز دیسه دارد. میگه در ارتباط با شرح کالوین به پرسش های زیر پاسخ بدید.
چرخه مستقل از نوره یا وابسته به نوره؟ ببینید فتوسنتز کلا دو تا مرحله اصلی داشت دیگه، یکی مرحله وابسته به نور بود که در ابتدا انجام میشد، یکی دیگه هم مستقل از نور بود. به این وابسته به نور بچه ها چی میگفتیم؟ میگفتیم واکنش های تیلاکویدی. چون ربط داشتن به تیلاکوید که نور در واقع میتابید به فوتوسیستم ها، الکترون شارژ میشد، زنجیره انتقال الکترون فعال میشد و ATP و NADP هاش تولید میشدن در واقع. مستقل از نور میشد چرخه کالوین که با استفاده از محصولات فرایند وابسته به نور شما میتونستی قند تولید بکنی. محصولاتش چی بود؟ NADPH و ATP. با NADPH و ATP شما میتونستی در چرخه کالوین قند تولید بکنی. پس من اینجا بنویسم این محصولاتی که تولید میکرد ATP به علاوه NADP هاش، اینا می اومدن توی چرخه کالوین و چیزی که تولید میشد تولید قند بود. این مستقل از نور بود، این وابسته به نور. پس چرخه مستقل از نوره. اولین ماده عالی پایدار ساخته شده در چرخه ترکیب چند کربن است. بچه این توی تمام چرخه کالوین درسته. ببینید اول کار داستان این بودش که CO2 می اومد با ریبولوز بیسفوسفات که ترکیب 5 کربونه بود ترکیب می شد. این ریبولوز بیسفوسفات ماده حاصل میشد یه ترکیب 6 کربونه ناپایدار. ترکیب 6 کربونه ناپایدار که تجزیه میشد، پایدار نیستش دیگه. میشد چی؟ میشد دو تا ترکیب 3 کربونه تک فسفاته. من دیگه فسفاتشون رو نکشیدم. خب اولین ماده ساخته شده چند کربونیه؟ 3 کربونیه. اولین ماده پایدار هم حواست بهش بشه. این چرخه در گیاهان CIM در چه زمانی انجام میشه؟ عقبتر بهش اشاره کردیم، گفتم چرخه کالوین همواره در طول روزه. خب راجع به مراحل همسانه سازی DNA این سوال پرسیده. ببینید مراحل همسانه سازی به این صورت بودش که من اول باید اون ژن رو استخراج میکردم، ژن مطلوبم رو استخراج میکردم برای اینکه بتونم ژن رو استخراج بکنم. ببین ژن بخش از DNA دیگه، باید بتونم اون رو جدا بکنم از اون DNA. پس ژن رو میومدم جدا میکردم. با چه آنزیمی میتونستم جدا بکنم؟ یه قیچی نیاز داشتم. اسم قیچی من آنزیم برش دهنده بود که یه نوع خاصی از آنزیم برش دهنده اسمش میشد ایکو آر 1 یا آنزیم برش دهنده بود. خب اینو جدا میکردم، بعد باید وارد سلول هدف بکنم. سلول هدف چه سلولیه؟ سلولی که الان من میخوام واسه من تکثیر بشه، ژنی که من واردش کردم رو کپی بزنه. مثلا یه باکتری، من ژن رو به باکتری وارد میکنم، باکتری هر 20 دقیقه یک بار تکثیر میشه، هر 20 دقیقه ژن من هم دو برابر میشه. خب من بعد از این مدتی کلی از اون ژنی که میخوام دارم. مگه نمیخواست هدفم مگه تو همسانه سازی نبود که تعداد ژن رو ببرم بالا؟ خب الان به این طریق من اومدم تعداد ژن رو بردم بالا. پس من اول ژن رو استخراج کردم به کمک آنزیم برش دهنده، حالا باید منتقلش بکنم. برای اینکه بتونم منتقلش بکنم به اون سلول باکتری نیازه که از ناقل استفاده بکنم. ناقل یه مولکول دی ان ای حلقوی بود. من برای اینکه بتونم ژن رو وارد اون دی ان ای حلقوی بکنم نیاز داشتم به آنزیم برش دهنده که ببره دی ان ای حلقوی رو ژن رو بهش بچسبونم. برای اینکه میتونستم اینو ببینید، این شکل ببینید، اول اینو نگاه کنید، این ابتدای کار منه، جداسازی ژن مطلوب. نگاه کنید این ژن منه، ژن اومدم دو طرفش رو برش دادم به کمک آنزیم برش دهنده. بعد برای اینکه بتونم ژن رو منتقل بکنم به سلول کپی کننده که اون باکتری بود، بعد ناقل همسانه سازی پیدا میکردم که یه مولکول دیسک بود، یه دی ان ای حلقوی بود. بعد این قسمت این دیسک رو من میبریدم که یه
فضایی باز بشه من این ژن رو بذارم تو این فضا. ببین به این صورت میکنید که فضا اینجا باز شده، من این ژن رو میذارم تو این فضا به این صورت. خب ژن رو که گذاشتم تو این جایگاه، باید دوباره اینجا پیوند تشکیل بدم. اینجا دوباره این نواحی که برات ضرب در زدم باید پیوند تشکیل بشه. چه پیوندی باید تشکیل بشه؟ پیوند فسفودیستر دیگه. ما در ساختار رشته های دی ان ای پیوند فسفودیستر داشتیم. پیوند فسفودیستر توسط کی اینجا تشکیل میشه؟ توسط آنزیم لیگاز. آنزیم لیگاز این کارو میکنه، اسمش اتصال دهنده هم هست. پس برش دهنده برش میزد، لیگاز میچسبوند. خب حالا که من این ژن مورد نظرم رو وارد دی ان ای حلقوی کردم، باید کل این دم و دستگاه رو وارد سلول باکتری بکنم. چطوری وارد میکردم؟ گفتم برای اینکه دیسک رو بتونم وارد باکتری بکنم، باید در دیوارش منافذی ایجاد بکنم. چجوری منفذ ایجاد میشد؟ شوک گرمایی به کمک مواد شیمیایی یا شوک الکتریکی منفذ ایجاد میکردم. دیسک وارد میشد و باکتری بعدش تکثیر میشد. نکن به این صورت. من الان یه تعداد از باکتری ها، یعنی یه محیط کشته، مثلا فرض کن 100 تا باکتری این تو هست، یه سری از این باکتری ها بزن اینجا برات مینویسم. 100 تا باکتری من اینجا دارم. یه سری از این باکتری ها هستن که دیسک رو دریافت کردن، اون ژن مورد نظر من رو دریافت کردن. مثلا فرض بکنیم 20 تا از باکتری ها دریافت کردن، 80 تاشون اصلا دریافت نکردن، اون ژن رو ندارن. خب من گفتم توی مولکول ناقلم، ناقل همسانه سازیم، یه ژنی هست به نام ژن مقاوم به آنتیبیوتیک یا پادزیست. خب الان اون باکتری هایی که این ژن رو دریافت کردن مقاومن به آنتیبیوتیک، مقاومن به پادزیست. من میتونم این باکتری هایی که دیسک رو ندارن رو حذف بکنم، چون نیازم نمیشه دیگه، میخوام خالص بکنم این محیطش کشتو. میام یه آنتیبیوتیک اینجا میزنم، از این 100 تا 80 تا میمیرن، اونایی که دیسک رو نداشتن میمیرن، 20 تا باقی میمونه. خب اون 20 تا تکثیر میشن، زیاد میشن، یه محیط کشت به من میدن که فقط باکتری هایی که ژن رو دارن. خب اون باکتری ها رشد پیدا میکنن، تکثیر میشن، یه محیطی دارم که کلی از اون ژن های دلخواه من تو اون محیط وجود داره. حالا میتونم اون ژن ها رو استخراج بکنم. این خلاصه بود از فرآیند همسانه سازی دنا. خب ایجاد منفذ در دیواره مربوط میشد به چی؟ شوک الکتریکی یا شوک حرارتی. اتصال دنای مورد نظر به دیسک، اتصال گفته بچه ها، آنزیم لیگاز این کارو میکنه، اتصال لنده بود اسمش. ایجاد انتهای چسبنده. بچه آنزیم برش دهنده وقتی میخواست برش بزنه، نیاز داشت اولا به یه جایگاه تشخیص، یه توالی خاصی از دی ان ای که اون ناحیه رو برش بزنه. ببینید جایگاه تشخیص آنزیم ایکوآروان و کتاب درسیتون بهمون گفته، این جایگاه تشخیصش. GAA-TTC که شما از این ور دوباره بیای رشته مقابله بخونی، GAA-TTC. آنزیم برش دهنده میومد برشش رو اینجوری میزد، یه دونه بین جی او ای، یه دونه بین جی او ای اون یکی رشته. خب اتفاقی که میافتاد، ما دو تا انتهای بیرون زده پیدا میکردیم در ساختار دی ان ای. به این دو تا انتهای بیرون زده میگفتیم انتهای چسبنده. چرا بهش میگیم انتهای چسبنده؟ چون توی مرحله ای که میخوایم ژن رو متصل بکنیم به ناقل، این انتهای چسبنده خیلی مهمه، باعث میشه که ژن اتصال پیدا بکنه به ناقل ما، که حالا جلوتر بعد میبینیم. خب ایجاد انتهای چسبنده از کار کیه؟ ایکوآروان، آنزیم برش دهنده. جداسازی یاختای تراژنی به چه کمکی بچه من میتونم این کار رو بکنم؟ آمپلیسیلین دیگه. شما میخوای یاخته تراژنی تو جدا بکنی از یاخته هایی که تراژنی نیستن. آمپلیسیلین یه آنتیبیوتیکه، آنتیبیوتیک میزدی اون یاخته هایی که ژن رو نداشتن و از بین ببری دیگه. پس به اون طریق شما میتونی جدا بکنی. خب این سوال در واقع سوال سختی بود واسه امتحان نهایی، یعنی بچه ها خیلی از پسش بر نیومدن، ولی مراحلش رو خوب بلد بشید. مراحل همسانه سازی میتونم بگم که مهمترین پارت اون فصل 7 شما به حساب میاد.
چگونه پیش هورمون به هورمون فعال تبدیل میشه راجع به انسولین؟ بچه ها انسولین به این صورت بود دیگه، یه ساختار فعال داشت که بهش میگفتیم هورمون انسولین، یه ساختار غیر فعال هم داشت بهش میگفتیم پیش هورمون انسولین، که به این صورت ما در واقع میدیدیم که سه تا قسمت A, B و C توی پیش هورمون وجود داره و توی هورمون انسولین که فعال شده است دیگه این بخش C حذف میشه. این C دیگه حذف شده، دیگه ما چیزی به نام C نداریم. پس خیلی ساده تبدیل پیش هورمون به هورمون با حذف با حذف زیر واحد سی، همین فرقشون فقط اینه. میگه در هر یک از موارد زیر نوع یادگیری رو مشخص کنید. فصل 8، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود و زیانی برای آن ندارد کاهش پیدا میکند و جانور میآموزد به برخی از محرک ها پاسخ ندهد. ببینید ما اینو خوندیم که جانوران برای اینکه اون تحلیل هایی که توی مغزشون قرار انجام بشه و انرژی که قرار مصرف بکنن به حداقل برسه، یه سری از محرک های بیارزش رو کلن در نظر نمیگیرن. مثلا ریختن برگ درختان به زمین. جوجه ها اول که از تخم میان بیرون نسبت بهش واکنش میدن، میترسن، ولی بعد این مدت وقتی میبینن کاری به کارشون ندارن دیگه هیچ واکنشی نشون نمیدن. به این فرآیند میگفتیم خوگیری یا عادی شدن. هر دوتا رو بنویسید درست. پرنده‌ای که پروانه مونارک رو بلعیده و دچار تهوع شده، بعد این تجربه میآموزه که این حشره رو نباید بخوره. یعنی یه کاری کرد، تنبیه شد، یا مثلا میتونست یه کاری بکنه پاداش بگیره. کاری که میکنه حالا بر اساس پاداش یا زیانش بعد دیگه تصمیم میگیره اون کار رو انجام بده یا انجام نده. مثلا اینجا دیگه تصمیم گرفته که انجام نده اون کارو. یا مثلا گاهی وقتا ممکنه اون موشی که در واقع تو آزمایش اسکینر بود، ما گفتیم یه موشی رو میذاریم توی قفس، یه اهرم هم توی اون قفس هست. اگر موش به طور اتفاقی اون اهرم رو بزنه، متوجه میشه که غذا میاد، غذا وارد قفس میشه. یعنی یه کاری رو انجام داد، نمیدونست نتیجه‌اش چیه، دید نتیجه‌اش پاداشه. خب بعد از اونم اون کار رو تکرار میکنه. یعنی با توجه به اینکه پاداش و زیان در واقع داره اون کار رو تکرار میکنه، یه دیگه انجامش نمیده. بهش میگفتیم بچه شرطی شدن فعال. اینجاست اینها. یادگیری با آزمون و خطا اینجاست. اینجا هم نوشته تعریفی ازش. جانور میآموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میکنه ارتباط برقرار کرده و در آینده اون رفتار رو دیگه انجام نده یا تکرارش بکنه. پس این میشه جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار میکنه و آگاهانه برنامه‌ریزی میکنه. بچه این میشد حل مسئله، که مثالشون شامپانزه بودش که با کمک این که میدید ارتفاع موز زیاده، توی اتاقکی بود که موزی از سقف آویزون بود، دید ارتفاع موز زیاده و یه چند تا جعبه هم روی اون کف زمین افتاده. اومد چیکار کرد؟ جعبه ها رو هم دیگه چید و یه مسئله ای که به دست آوردن موز توش بود و حل کرد. به این فرایند میگفتیم فرایند حل مسئله. جوجه قاز ها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی که میبینن دنبال میکنن که بعد چه اتفاقی بیفته، از اون جسم متحرک یاد بگیرن. اسم این فرایند میشد نقش پذیری. پس این یادگیری ها انواعشون خیلی مهمه، حتما سوال ازش میاد. نقش پذیری. خب در کدام نوع یادگیری جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار میکنه و آگاهانه برنامه‌ریزی میکنه؟ چون سوال قبلی واسه دی 1400 بود. ببینید توی 99 عیناً شبیهش تکرار شده. واسه همینه که بهتون میگم خیلی مهمه که سوالای امتحان نهایی سال قبل رو خوب تحلیل بکنید. خیلی با ارزشه و خیلی نکته مهمیه. خب
حالا من گفتم دیگه میشد حل مسئله. عدم انقباض بازوهای شقایق دریایی در پاسخ به حرکت مدام آب مثالی از کدام یادگیریه؟ ببینید شقایق دریایی دائما در برابر حرکت موج‌های آب قرار گرفته، موج‌هایی که در عمق آب هستن. آب دائما باهاش برخورد می‌کنه، با بازوهاش برخورد می‌کنه. خب شقایق اگر بخواد به هر کدوم از اینا واکنش نشون بده، دائما باید واکنش نشون بده. از طرف دیگه همین حرکت آب هیچ آسیبی بهش نمیرسونه، هیچ سودی هم براش نداره، پس هیچ واکنشی در برابرش انجام نمیده، در برابر این فرایند هیچ کاری دیگه انجام نمیده، عادی میشه براش، بیارزش میشه این فرایند براش. اسم این فرایند، اسم یادگیری چی بود که من در برابر چیزای بیارزش واکنشی نشون ندم؟ اسمش بود عادی شدن یا خوگیری. کدام جانور، تاووس، تاووس ماده یا جیجرک ماده، برای تولید مثل هزینه بیشتری نسبت به جفت خود میپردازد؟ بچه ما راجع به تولید مثل خوندیم که جانوری که هزینه بیشتری میپردازه برای تولید مثل حق انتخاب جفت داره. مثلا توی تاووس، تاووس ماده زحمت بیشتری برای پرورش فرزند میکشید، پس تابوس ماده بود که تابوس نر رو انتخاب میکرد و سر همین قضیه هم بود که تابوس های نر خیلی قشنگتر بودن، دوم تزئینی داشتن برای اینکه بتونن رقابت بکنن و تابوس ماده اونا رو انتخاب بکنه. ولی یه جایی ممکن بود که جانور نر هزینه بیشتری بکنه که مثالش توی جیرجیرک بود. جیرجیرک ماده هزینه کمتری نسبت به جیرجیرک نر اینجا انجام میده در واقع توی پرورش فرزندان. جیرجیرک نر یه قسمتی از بدنش رو در واقع میده به جیرجیرک ماده که توی این قسمت اسپرم هست و یه عالم مواد مغذی هست. هزینه خیلی بیشتر نسبت به جیرجیرک ماده پرداخته برای پرورش فرزندان. پس جیرجیرک نره که اینجا انتخاب جفت رو انجام میده. پس تو جیرجیرک نر دقیقا برعکس. خب کدوم هزینه بیشتر؟ تاووس ماده هزینه بیشتر. غذایابی بهینه رو تعریف کن. خیلی ساده است بچه ها. یعنی اینکه تعادل باشه. ببین شما برای اینکه به غذا برسی باید یه زحمتی بکشی. اگر این زحمتی که میکشی از محتوای انرژی که غذا بهت میده، از اون فوایدی که اون غذا برات داره بیشتر باشه، خب طبیعتاً غذایابی بهینه نیست. باید یه تعادلی باشه بین زحمتی که در واقع شما میکشی، انرژی که میذاری پای پیدا کردن غذا و دسترسی به غذا و اون محتوای انرژی غذا. به میگن غذایابی بهینه، باید این تعادله برقرار باشه. ببین اینجا گفته موازنه بین محتوای انرژی و هزینه‌ای که برای اون غذا در واقع شما میذاری. ببین اینجا رو موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه‌ای به دست آوردن آن، اسمش غذایابی بهینه است. دو مورد از فایده های قلمروخواهی برای جانوران رو بنویسید. خب چرا اصلا باید جانوران یه قلمرو برای خودشون انتخاب بکنن؟ فایده زیاد داره. ببینید جانوران توی قلمرو خودشون اولا که به منابع غذایی اون قلمرو دسترسی پیدا میکنن، اون قلمرو میتونه غذا و انرژی بیشتری براشون فراهم بکنه. دو اینکه خب امکان جفت‌یابی و دسترسی پناهگاه برای در امان ماندن وجود داره توی قلمرو. فایده خیلی زیادی داره قلمرو، واسه همینه که در واقع خودشون رو به زحمت میاندازن و فرآیند قلمروخواهی رو انجام میدن. واو، رفتار تولید صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور شکارچی چه نوع رفتاریه؟ ما خونده بودیم که بعضی از جمعیت‌ها هستن توش یه سری از موجودات که در واقع اینا باید حتماً زندگی گروهی داشته باشن. یه سری از موجودات این زندگی گروهی جون خودشون رو به خطر میندازن که جون بقیه افراد حفظ بشه. به این فرآیند چی میگفتیم؟ اینجا کتاب درسیتون گفته اسمش بود دگرخواهی. از اسمش هم مشخصه، یعنی داره فداکاری میکنه، دگرخواهی میکنه. دگرخواهی به ضرر یه سری افراد بود ولی به نفع کلی اون جمعیت انجام میشد. پس اسم این میشه دگرخواهی.
مثال شما مثلا داشتیم به چه صورت بود؟ یکی از افراد قبیله مثلا با دیدن شکارچی صدایی از خودش در بره که بقیه افراد مطلع بشن. خب الان با تولید این صدا خودش رو به خطر انداخته، ولی بقیه افراد رو مطلع کرده. خب این خودش رو گذاشته کنار، جمع رو ترجیح داده، خودش رو فدای جمع کرده، خودش رو به خطر انداخته، ولی جمع اینجا قصر در میره از اون شکارچی. خب در مورد فناوری‌های نوین زیستی پرسش‌های زیر پاسخ دهید. تولید موادی مانند پادزیستا، آنزیم‌ها و مواد غذایی در کدام دوره زیست فناوری ممکن شد؟ این سوال یه خورده حفظیه بچه ها. این قسمت یه ذره بخش حفظیه که راجع به دوره‌های مختلف زیست فناوری صحبت می‌کنه. سه تا دوره بود: زیست فناوری سنتی، زیست فناوری کلاسیک و زیست فناوری نوین. این سه تا. این سه تا. خب توی هر کدومشون یه سری اتفاقا رخ میده دیگه. ببین بررسیشون بکنیم. توی سنتی محصولات تخمیری، مانند سرکه، نان و فرآورده‌های لبنی. توی کلاسیک ببینید اولا که تو همه‌شون موج زنده استفاده شده. توی کلاسیک و اینه دیگه اسمش زیست فناوری نبود. توی کلاسیک با استفاده از روش‌های تخمیر و کشت ریز جانداران، پس ما اینجا از ریز جاندار استفاده کردیم، تولید پادزیست، آنزیم و مواد غذایی ممکن شد. توی زیست فناوری نوین هم انتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگه ممکن شد. پس من اینجا بنویسم این باید بشه کلاسیک. در مرحله تشکیل دنای نو ترکیب نقش آنزیم لیگاز چیست؟ گفتیم اتصال قطعه دنا به ناقل همسانه سازی، پیوند فسفودیستر تشکیل میداد دیگه. چگونه میتوان با مهندسی پروتئین زمانه مدت زمان فعالیت پلاسمایی و اثرات درمانی پلاسمین را بیشتر کرد؟ مهندسی پروتئین به این صورت بود که شما با تغییر در ژن یک پروتئین باعث میشدی که اون پروتئین اثرات متفاوتی بگذاره، حالا بهتر بشه، در واقع اون پروتئین رو ارتقا میدادی. سه تا مثال داشتیم: اینترفرون و آمیلاز و پلاسمین. که توی پلاسمین شما میومدی یه دونه آمینو اسید رو تغییر میدادی، یه آمینو اسید رو تغییر میدادی، اینجا نوشته جانشینی یه آمینو اسید با آمینو اسید دیگر. با این کار در واقع میتونستی زمان فعالیت پلاسمایی و اثرات درمانی اونو بیشتر بکنی، چون پلاسمین طبیعی مدت زمان خیلی کمی داره، مدت زمان اثر خیلی کمی داره. پس من اینجا بنویسم جانشینی یک آمینو اسید با دیگری. مزیت واکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک، دارو نخوندیم. در تولید پنبه مقاوم به آفت، ژن پروتئین سمی از کدام جاندار جدا سازی میشه؟ ما خونده بودیم که میتونیم یه پنبه تولید بکنیم که به آفت مقاومه. چجوری؟ میتونستیم یه ژن یه پروتئین سمی رو توی سلول‌های پنبه قرار بدیم. وقتی که آفت میاد این پنبه رو میخوره، اون پروتئین وارد آفت میشه، باعث میشه که آفت بمیره. پروتئین باعث تخریب لوله گوارش جاندار آفت میشد. حالا این ژن پروتئین سمی رو از کجا می آوردیم؟ از یه باکتری که تو خاک زندگی میکرد. ژن رو از اون باکتری میکندیم میدادیم به پنبه، پنبه میتونست اون پروتئین رو بسازه و وقتی آفت اون رو مصرف میکرد آفت میمرد. پس از باکتری خاکی نمیستم باکتری. مزیت واکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک نسبت به واکسن های تولید شده با روش های قبلی چیست؟ ببینید ما توی واکسن سازی سنتی اینجوری عمل میکردیم که قطعه ای از عامل بیماریزای کشته شده یا حالا ضعیف شده رو برمیداشتیم تزریق میکردیم به فرد، که بعد فرد تو بدن خودش پاتن تولید میکرد. این پاتن ها در واقع زیاد میشدن، سلول خاطره هم تولید میشد که در واقع بدن فرد مقاوم میشد، که خاطره از اون بیماری توش به جا باقی میموند. خب یه روش دیگه هم بود که امتر بود. چرا امتر بود؟ این روشی که گفتم گاهی وقتا ممکنه یه اشتباهی صورت بگیره، اون عامل بیماریزا کامل خونسا نشه، یعنی شما واکسن رو تزریق بکنید بدن فرد واقعا بیمار بشه.
خونسا نکردیم اون واکسن، اون عامل بیماریزا رو خوب خونسا نکردیم، فرد رو بیمار میکنیم، واکسن میزنه فرد بیمار میشه. ما میتونیم یه کاری بکنیم تو مهندسی ژنتیک که واکسنی تولید بشه که فرد رو به هیچ وجه بیمار نکنه. چجوری بود؟ ژن تولید آنتیژن رو منتقل میکردیم به یک عاملی که بیماریزا نبود. اون عاملی که بیماریزا نبود فقط آنتیژن رو تولید میکرد. خب ما اون آنتیژن رو میتونستیم وارد بدن بکنیم، بدن میتونست با توجه به اون آنتیژن سلول خاطر رو پاتن تولید بکنه، ولی فرد بیمار نشه چون عامل بیماریزا نبود. پس چجوری بود؟ مزیتش به چه صورتی بود؟ ریسک ابتلا به بیماری تیه تزریق واکسن به صفر میرسید. خب میگه با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. شکل مقابل چه نوع تخمیری رو نشون میده؟ مثلا ما دو نوع تخمیر الکلی لاکتیکی داشتیم که سوال ازش میاد. تخمیر الکلی داستانش اینجوری بودش که پیرواتی که توی گلیکولیز تولید میشد CO2 از دست میداد. پس با آزاد شدن CO2 بود اینجا. با آزاد شدن CO2 بود. اتانال بعد تولید میشد. پس پیروات یه CO2 از دست بده میشه اتانال. اسمها رو هم بلد بشید. اتانال الکترون های NADH رو میگرفت میشد اتانول. پس الکل تولید میشه. بهش میگفتیم تخمیر الکل. اما توی تخمیر لاکتیکی پیروباتی که تولید شد هیچ تغییری نمیکنه، فقط الکترون میگیره کاهش پیدا میکنه میشه لاکتات یا لاکتیک اسید که این تو بدن انسان در مایچه های اسکلتی رخ میده. خب این چه نوع تخمیریه؟ پیروبات میگه کاهش یافته، اصلا اتانالی تولید نشده، این باید تخمیر لاکتیکی باشه. نام ماده مشخص شده با علامت سوال چی تولید میشه؟ لاکتات یا لاکتیک اسید، این تولید میشه. خب رسیدیم به انتهای شب امتحان بچه. حتما این قسمت هایی که سوالاتش رو دیدید که چند بار هم از یه سری از بحثا سوال اومده، حتما دوباره بشینید خوب اون قسمت ها رو از کتاب درسیتون مطالعه بکنید. مثلا راجع به تخمیر سوال میاد قطعا، راجع به همسانه سازی سوال میاد حتما، قسمت هایی که من گفتم خودم بارها حتما ازشون سوال میاد. هدف شب امتحانم اینه که شما دید پیدا بکنید نسبت به اینکه کدوم قسمت های کتابتون مهمتره و وقت کمتری بذارید بدون قسمت های مهم رو بخونید، اون نمره دلخواهتون هم کسب کنید. امیدوارم که از این شب امتحان لذت برده باشید. وقتتون بخیر باشه. فعلا خدا نگهدار. Thank you.